دوستای عزیز، ما بار بار اسلام را تعریف کردیم و به این تعریف کردیم که اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده تا رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با مخلوق تنظیم کند. هرگاه از اسلام به عنوان قانون تعبیر کردیم، قانون باید مشکل را حل کند، آسان حل کند، ارزان حل کند و جامعه را به طرف رفاه و امن و آسایش و عزت بکشاند. با این تعبیر ای را هم بار بار گفتیم که مسلمان باید قیادت بکند و رهبری از این دنیا را باید تصاحب کند، زیرا اسلام دین کامل است، شامل است، ابدی است، الهی است. این مواصفات که اسلام عزیز دارد هیچ دین و هیچ قانونی ندارد. بنان مسلمان باید دنیا را رهبری بکند و به طرف امن و سعادت و رفاه بکشاند. حالا با این تعبیری که کردم و این مواصفات مقبولی که اسلام عزیز ما دارد، دین کامل است، دین شامل است، دنیا، آخرت، فرد، اجتماع، خانواده، اقتصاد، سیاست، همه و همه را در خود جمع کرده است. ابدی هم است، هیچ دین دیگری ای را منسوخ کرده نمیتواند. و تا به روز قیامت میتونه حکومت بکنه و نظام بسازد. هیچ تمدنی نمیتواند ای را به طرف عقب بگرداند. چرا؟ به خاطر که از طرف الله این دین تنظیم شده است. پروردگار عظیم ای را برای ما شما ترتیب بشتاخته و تنظیمش کرده است. پس همونطور که در نظام کائنات اعتراضی نیست، همونطور در نظام تشریع خدا هم اعتراضی نیست. پس اگر امی تعبیر مدرس بوده باشه، پس ما چرا در عمل عقب افتیدیم؟ چرا ما نمیتونیم قیادت بکنیم و چرا ما نمیتونیم به معنای کلمه مشکلات مردم خود را حل بکنیم؟ مشکل در کجا هست؟ عزیزایم، سه نقطه است و چهارم به عنوان تکمله باید برش التفات بکنیم. اگر به زبان عامیانه بگویم، مرض که تشخیص شود و نسخه به مریض داده شود ولی مریض نسخه را عملی نکنه، از او استفاده نکنه، او را تطبیق نکنه، حال اعتراض سر نسخه و دوا میکنین یا اعتراض سر مریض میکنین؟ مشکلی که ما شما داریم در جامعه انسانی عموماً و در امت اسلامی خصوصا، مشکل در دین ما نیست، مشکل در تعبیر دین ماست که خوب تعبیر نمی کنیم. مشکل در عدم تطبیق ارزش های دینی ماست و مشکل در ایست که ما نمی تانیم اقناع بکنیم حداقل مسلمانان را که چیزی که در این دین است، ای به خیر تو است، هم خیر دنیایت و هم خیر آخرتت. دوستای عزیز، اگر ما حسن تعبیر بکنیم، حسن تعمیل بکنیم و حسن دعوت بکنیم، شما قیادت از این دنیا را میگیرید، طوری که
بزرگای ما و اسلاف ما گرفته بود. ارگو در تعبیر دین، در تعمیل دین، در دعوت دین اشتباه صورت بگیرد، بعد دین ملامت نکنید. دین ملامت نکنید. حالا اگر ما خواسته باشیم که درست بکنیم، اول یک بخش را بیاین بتین برای تربیت. میخواین قیادت بکنین؟ میخواین رفاه و آسایش داشته باشین؟ میخواین یک جامعه مقبول و زیبا و با پای خود ایستاده داشته باشین؟ میخواین خیلی خوب زندگی با خود و با خدا و با مخلوق بکنین؟ اگر گفتین بلی، از شما میخوام که سر بعد تربیتی فکر بکنیم. تربیت است که ما را با او اهداف میکشاند. گپ دو، تربیت برای ما شما یک صف مقبول و زیبا را میدهد. یک جیل، یک نسل قدرتمند، هدفمند و دارای تخصص و تعهد را میدهد. هرگاه ما صف را داشته باشیم، بعد وظایف از این صف را مشخص بکنیم که این جیل و این نسل و این صفی که به عنوان مسلمان از او تعبیر میکنیم چی وظایف دارد، کارش چی است. به تعبیر دیگری، این لشکر قوی را تنظیم کردی، این را کجا سوق میدی، چی مبارزه میکند، چه اهداف را دنبال می کند. عزیزایم، در باب تربیت داخل می شیم. اگر خواسته باشیم که مشکلات ما حل شود، از این بنبست بیرون شویم که مشکلات عدیده ای داریم، مشکلات فردی داریم. فرد شما که در اینجا نشستین، از حالتی که دارین شکایت دارین. دانشمندتان هم شکایت دارد، کسب کارتان هم شکایت دارد، تجارتان هم شکایت دارد، جوانتان هم شکایت دارد، ریش سفیدتان هم شکایت دارد. همه تان وضعیت را خوب نمی بینید. واقعیتش امی است. پس می خواهیم که از این شکایت خلاص شویم؟ جواب امی است که بله می خواهیم. پس اگر می خواهی خلاص شوی، به تربیت رو بیار. قبول بکو این موضوع را، ولو که هر کس هستی، ولو که هر کس هستی. اگر دانشمند هستی یا عالم هستی، نگو که من دیگران را تربیه میکنم، بلکه چه بسا اوقات است که شاید از افراد بسیار کوچک چیزی را بیاموزی. کل ما به تربیت نیاز داریم، هیچ کس از تربیت مستثنا نیست. و جالب است که امون لحظه ای که یک انسان بگوید که ما به تربیه نیاز ندارم، اونمو لحظه سقوط شروع می شود، ولو که در بلندترین مدارج باشد. امون لحظه که گفت که ما ضرورت ندارم، به تعبیر دیگری دیگرها را تربیت می کنم، اونمو لحظه سقوط شروع شد. پس تربیت یک پروسه دوامدار لاینقطع است که کل ما با او باید تسلیم باشیم و کل ما در هر مرحله‌ای که هستیم باید بپذیریم که شاگردم هستیم. از این خاطر است که در زندگی نامه حضرت امام بخاری رحمت الله علیه می‌خوانیم امام ترمذی شاگردش است، روزهای دراز امرایش سپری کرده است. هنگامی که امام ترمذی رخصت میگیرد و میخواهد برود و تشکر میکند از استادش و میگوید که بسیار چیزها را از تو یاد گرفتم، امام بخاری برش میگه نه، من هم از تو بسیار چیزها را یاد گرفتم. به شاگردش میگه من هم از تو بسیار چیزها را یاد گرفتم. پس یک جامعه چه وقت به پای خود ایستاده می شود؟ انگامی که تمام افراد جامعه
بدون استثناء ایرا بپذیرد که ما میخواهیم که در یک اطار تربیتی در یک گهواره تربیتی باشیم. این تربیت به ما چی را میدهد؟ اولین چیز فهم صحیح از دین. اولین چیز در تربیت فهم صحیح از دین، دین را درست بدانیم، درست تعبیرش بکنیم، درست عملیش کنیم و درست دعوت بدیم. دوستای عزیز، چیزی را که یاد نداشتی دعوت برش کرده نمیتونی، چیزی را که یاد نداشتی عمل کرده نمیتونی، چیزی را که یاد نداشتی دفاع کرده نمیتونی. پس هرگاه شما دینتان را خوب یاد نداشتین، نه به او دین کسی را دعوت داده میتونین، نه عملی کرده میتونین و نه هم از او دفاع کرده میتونین. چه بسا اوقات به غلط تعبیر، غلط فهم، غلط عملی کردن و غلط دعوت کردن و غلط دفاع کردن مصیبت را پیدا میکنین به امید دین. به امید دین مصیبت پیدا میکنین، امید دین را تخریب میکنین، ولو که ادعا بکنه که ما در خدمت دین هستیم. اما نمونه های زیاد داریم، بار باری را عرض کردیم که بزرگترین شخصیت تاریخ بشریت حضرت علی کرم الله وجهه ای بود نبود. حضرت علی را یک مسلمان میخواه او را شهید میکند و به نام دین شهیدش میکند. یعنی قاتل حضرت علی چی میخواهد؟ میخواهد در خون حضرت علی جنت جستجو کند. قاتل حضرت عثمان رضی الله عنه چی میخواهد؟ در خون حضرت عثمان با قرآن نشسته است، قرآن تلاوت میکند، ولی شهیدش میکند و میخواهد که توسط از این خون به جنت برود. ولی بدبختی که ما شما داریم در کشور ما، هر روز جوانای خود از دست میدیم، بدبخت میشیم، قتل، غارت، کلش همینطور است. این دشمنی هایی که در ما بین خود داریم سرچشمهش همیجاست. پس عزیزم، فهم درست از دین در اصل اول باب تربیت شامل است. مادامی که دین را درست نفهمیم، در حقیقت هیچ قدم نگذاشتیم برای تربیت خود. و این فهم درست در گرو فهم کتاب الله، سنت رسول الله، سیرت رسول الله، سیرت و تاریخ اصحاب کرام، تابعین و تبع تابعین است. میخوان دین را خوب بفهمین، بس قرآن بدانین به عنوان حبل الله المتین، به عنوان قانون اساسی اسلام، به عنوان دستور الهی، دستوری که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پس قرآن را تنها یک کتابی نیست که برای مرده ها تلاوت شود. ختم فلانه صاحب است که مرده از اینجا برش رایش بکنه که جنت برود. یه قرآن کتاب بریزی نی آمده که تو مرده را سرش ببخشی، به تو دادم تو قبول کردی، بعد دوره ها را سرش بسازیم، در سنگا نوشتش بکنیم، در قبرستان ها بانیم. این کتاب از قانون است، قانون امر می کند، نهی می کند، حلال می کند، حرام می کند. این تو یک کتابی است، پس باید این کتاب را بدانی و نمیتونی که در این باب خیر است بگوییم. چه بسا اوقات عزیزم، قرآن قانون اساسی است، این شرح کار دارد، این توضیح کار دارد، توضیح ازیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است.
و خودش می فرماید که ما ترکت من شیئین یقربکم الی الجنه، ای تو یک چیزی که شما را به جنت نزدیک بکند ما را ترک نکردیم، مگر ای که او موضوع را برای شما واضح کردیم، ای تو یک چیزی که شما را از دوزخ دور بکند ما فراموش نکردیم، او را برتان تشریح کردیم، شما را در شب قرار دادیم که شب از روز که در روشنتر است، ترکتم فی البیضاء، در ایتو یک روشنی شما را قرار داریم، لیلها کنهارها، میگه شبش از روز روشنتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت نمی کرد مگر اینکه دین پوره شد، در تمام بخش ها پوره شده است. پس قرآن را بدون سنت نمی فهمیم، زیرا در قرآن هم تو گفته و اقیم الصلاة، نماز بخوان، ولی چی رقم نماز بخوانم، به چی رقم کیفیت بخوانم، چند رکات بخوانم، این خود در قرآن نیامده، در قرآن نیامده که شما نماز جمعه را دو رکات بخوانید و به این شکل بخوانید، این تو بشینید، همین حالتی که شما فعلا دارین این کلش از سنت رسول ما صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. پس کسی که میگه که قرآن به ما کافی است، نمیتواند با او ارزش ها دست پیدا بکنند مگر اینکه شرح قرآن را از سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم بگیرد، از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرد. در سنت رسول علیه صلات و سلام ما مواقف مختلف پیدا میکنیم، مواقف مختلف پیدا میکنیم، روش های گوناگون پیدا میکنیم. این روش ها را چطور میتونی تنظیم بکنی؟ برگرد به سیرت رسول ما علیه صلات و سلام، یعنی سنت را در روشنی سیرت بخوان. ارگاه قرآن و حدیث در روشنی سیرت مطالعه شد، بعد تو ناسخ و منسوخ میفهمی، عام و خاص میفهمی، مطلق و مقید میفهمی، بعد این قضایا را درک میکنی. چه بسا اوقات است که یک مسلمان حتی یک دانشمند اشتباه میکند در تعبیر سنت رسول علیه صلات و سلام، انگامی که او را با سیرت نخواند و در روشنی سیرت او را تحلیل نکند. بعد جیلی که ای سنت عملی شده در حضور صحابه است، اتقى الناس، اعلم الناس، افقه الناس، متقیترین مردم صحابی بودند، اصحاب پیغمبر بودند، دانشمندترین مردم اصحاب پیغمبر بودند، با تقواترین مردم اصحاب پیغمبر بودند. از این خاطر خدا به ما چی میگوید؟ اگر خواسته باشین که کامیاب شوین، پس به مانند صحابه زندگی را اختیار کنین. اونها مردم اولی بودن، هیچگاه برای خود چیزی نخواستن، هم غمشان نشر دین بود. سه شاگردای اصحاب پیغمبر ما، تابعین، تبع تابعین، اینی مردم نمونه هستند. دین را در روشنی زندگانی از این شخصیت ها مطالعه کنیم. دین را در روشنی زندگی ما مطالعه نکن. ما مال قرن 21 هستیم. فساد، آشوب، مشکلات، ضعف ایمان، همه و همه ما را گرد کرده است. دین را اوجا مطالعه کن. اونا برای ما قیادت میکنن و رهبری میکنن. انشاءالله پدی بان پوی شلو چه ده دین خفه هم ده الله پا کتاب که، ده رسول الله پا سنت که، ده پیغمبر علیه السلام پا سیرت که، ده صحابه و پا جوان که، ده تابعین او ده تب تابعین و پا جوان که، پدی که نغخت لیده، پدی که محصور ده، که دین غاره پویشه پدی تا مراجعه که او در طول دی منگو اختیار کشته، طول منگ تا محفوظ دی،
په پښتو ژبه په دری ژبه لیکل شوی دی. کله چې فهم صحیح شي، دویم قدم به چه کې و تربیت کې؟ اخلاص. گپ دوم ما اخلاص است. یعنی تربیت یک بخش شامل شد به فهم صحیح دین، بخش دوم چیز تقویت اخلاص. اخلاص باید به یک مسلمان باید مخلص باشد، صفات نفاق را از خود دور بکند، انانیت را از خود دور بکند، صداقت و وفا و امانتداری و این را باید تقویت بکند. هرگاه مسلمان مخلص بود، در حقیقت مثل مجلس عطار همگی گرد جمع می شود، اخلاص را تقویت کنند. مشکل ما را خود ما ایجاد کردیم، زیرا خود ما منافقانه عمل می کنیم، درست عمل نمی کنیم. این دین زیبا دشمن پیدا می کنیم در درون خود ما. پس اخلاص در عمل دلیل بر ضعف فهم دین است، دلیل بر ضعف تربیت است. هرگاه اخلاص هم پیدا کردیم و رب العالمین سر ما شما لطف بکند، خوب دوی نفهمیدیم و خوب مخلص بودیم، قدم سوم در تربیت برمیداریم، باید تجرد داشته باشیم در کار. یعنی کار دین را کار بگوییم، عکس حالت فعلی ما. شما ما برای دین در تصمیم اوقات اگر وقت پیدا شد باز دین مطرح می شود. در تقسیم اوقات ما شما برای دین جای نیست. دقیق شدن؟ اما وقت فارغ اگر خواستیم باز به دین میتیم. در حالی که بعد تربیتی به ما چی میگه؟ میگه خوبترین وقت، طلایی ترین وقتت را برای دین بده. ارگا بهترین وقتت برای دین دادی، این دلیل بر حسن تربیتت است، بر حسن تربیتت است. ارگا جماعتت و حضورت در مسجد را ترجیح دادی به نانت، به چایت، به مجلست، در حقیقت دلیل بر تربیت صالحت است. هرگاه اما تو یک مجلس نشسته بودی، خوب اما تو غیبت در یادت آمد و خوب لذت هم می بردی، اگر او غیبت شروع میکردی مجلس هم خنده میکرد، ولی وقتی گفتی که الله از بهشون پرسان میکنه و پس قرتش کردی، دقیق شدین و نگفتی، این دلیل بر حسن تربیتت است، تو خوب تربیت یادی. در زبانت آمد که یک کلمه زشت بگویی، یک کلمه خراب بگویی و فورا قرتش کردی، و یگان بار کلمه زشت از زبانت بیرون شد و همون لحظه هم تو سرخ شدی و احساس ناامنی کردی و گفتی که بسیار کار خراب شد، این دلیل بر حسن تربیت است. هرگاه دروغ گفتی و در درون تغییر احساس نکردی، فحش گفتی در درون احساس نکردی و سر خود بد نگفتی، این دلیل بر بی‌تربیتی است، تربیه خوب نداری. ارگاه وعده خلاف شدی، ده بار معذرت خواستی از نفر و خودت بسیار زیاد خود را نکوهش کردی، این دلیل بر حسن تربیت است. ارگاه وعده خلافیم کردی و برای خود دلیلم جور میکنی و جانب مقابلت توهین میکنی، این دلیل است به ضعف تربیتت، تو مشکل داری. پس عزیزایم، ارگاه ما به کار دین وقت زیبای خود ندادیم، این دلیل بر ضعف تربیت ماست، ما صحیح تربیه نشدیم. تو فکر بکنن که اگر کسایی که وقت آمدن گفت ما را پوره میگیرن، من یقین دارم که در اخیر مجلس چیزی که من میخواستم او را درست انتقال میگیرن، ولی کسایی که نوقت میان، اونا بسیار گپار ما را نمیگیرن که ما چی گفتیم نمیفهمد، شاید خستم شوه که دیگه زود خلاص کنی. اگر ما خوب دین را بدانیم،
خوب اخلاص داشته باشیم و تجرد داشته باشیم برای کار دین، در نتیجه یک صف قوی به میان میاد، یک نسل قوی به میان میاد، یک جیل قوی به میان میاد. بعد این نسل قوی و این جیل قوی اینا به اندازه محکم می باشند که نفوذ کردن منافق، نفوذ کردن انسانان بی ادب و بی تربیت در اینا بسیار سخت است. اینا زنده هستند. اتفاق فکر بکنین که شما خانه دارین، در درون خانه تان اجازه میتین کسی که بود بیایه؟ این اجازه نمیتین. واقعیت شمی است نه؟ اگر کسی بیاید در خانه تان با بود، شما چی میکنین با بود؟ اعتراض بلند میکنین. او برادر گلی میچون خانه ما است، بودای تا بیرون بکش. و یک چیزی اگر کسی بی جای بی اندازه او را بلند میکنین. خب این شهر هم خانه ماست. شهر چی است؟ خانه ماست. اینجا هم باید کثافات هر جا انداخته نشود. اینجا هم وقتی که تو پیپسی را خوردی یا بیسکیت را خوردی یا خلطه را گرفتی او را دیگه ننداز هر جای. شما باور بکن اگر ما خوب تربیه شده باشیم، امی که بندازی یک نفر اعتراض میکند، شاید از دستت بگیره بر گوره وردار. چرا؟ کلگی زنده است نی؟ کلگی حساس است. پس دو سه نفر که همتون یک دیگر ما شما توجیه بکنیم، جامعه به طرف خوبی می رود. اگر خواهرای ما از مکتب بیرون می شود و یک دو نفر سه نفر بی تربیه یک صحبت رکیک بکنه، یک آواز رکیک بکند و در اینجا ما شما زنده باشیم، قدرت ایمانی قوی داشته باشیم، او انسانای ولگرد خودت ایلا نمی کنیم. چی میگه؟ اینجا بیا حد اقل. السلام علیکم و رحمت الله. خوب استی برادر عزیزم؟ میگه خوب استم الحمدلله. او کسی را که چیزی گفتی او خواهر من می شود. اما قبرش بگویی، من یقین دارم که دیگه می مورن. قبرش بگوی که خود خواهر نداری؟ اگر به خواهر تو معمت یک چیزی بگویم چی فکر میکنی؟ یک بار تغییر میخواین. و اگر ما چی بگویم؟ گم که ایلو چکاسته دیگه که تزیاد چی میکنی؟ اما تو رای خدا بگیریم، جامعه جور میشود؟ جامعه جور نمیشود. پس هرگاه فهم ما درست شد عمل ما درست میشود. عمل که زیبا شد جامعه به طرف امن میرود. صف بلند جور میکنیم، صف قوی جور میکنیم، صفی که نفوذ فاسد در او سخت میشود، یک صف زنده اطمینان بخش است. عزیزایم، هرگاه شما در یک همسایه داشته باشین با غیرت، همسایه داشته باشین قوی و نیرومند، همسایه داشته باشین دارای روابط مستحکم با خانوادتان، اگر شب ناوقت خانه میری اصلا احساس ایچی نمی کنی، حرج نمی کنی، میگه امسایم امرایم است. همونطور است نه؟ خدا نخواست اگر امسایت ضعیف باشد برد بگم خیر است پسانتر برو، نگه نه در خانه کسی نیست، اطمینان گرفته می شود از ما. پس بیان که نتیجه تربیت ساختن یک صف مستحکم و قوی است. این صف محکم به چی می آید؟ اصل چهارم می آید که اخوت و برادری است. کسی که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله از ما و شما چی می شود؟ برادر ما می شود. انما المؤمنون اخوتون، مسلمان برادر مسلمان است. پس وقتی که برادر شد میراث خورت می شه. برادرت شد مریض بود، پرسانش باید بکنی، ضرورت داشت مساعدتش باید بکنی، غلطی کرد دستش باید بگیری، حق مسلمان بر بالایت است. پس هر چیزی که
برادری ما را تخریب بکند، ما من حیث یک صف مستحکم علیش باید استاده شویم. برادری ما را چی خراب میکند؟ احزاب، ای احزاب مردار و گنده. دیگه ای را در کثافت دانی پرتین، ای به درد نمیخورد. دیگه بس است، احزاب دیگه خیر به ما نمیده و نداده است. احزاب ما را سپر منافع خود ساخته. دقیق شدین؟ برای خودشان میخواین که جایگاه پیدا کنه. در قصه شما نیست. دیگه به نام حزب با کسی دشمنی نکنی از برای خدا. گیره دیگه پرتنی به درد نمیخورد. تو مسلمان هستی؟ زیر چتر لا اله الا الله جمع شو، زیر چتر حزب جمع نشو که دنیایت هم خراب میکنی، آخرت هم خراب میکنی. زیر چتر قوم جمع نشی، زیر چتر سمت جمع نشوی، زیر چتر زبان جمع نشوی. ای اخوت و برادری تا مشکنانه، ای صفت را نابود میکند، نیرویت از بین میبرد، به دیگران مزدورت میکند. مسلمان چی میگه؟ انما المؤمنون اخوه. مشکل پیدا شد، فاصلحوا بین اخویکم. فورا در صدد حل قضیه برای تو صف نگی. صف ممکن نیست که به میان بیاید تا ای که ما فضای اعتماد و ثقه را ایجاد نکنیم. اعتماد بکنین. دشمن چه وقت سر ما کامیاب می شود؟ انگامی که رموز ما را از بین ببرد. نمی تواند دشمن وارد شود. رمزت از بین می برد. رمزت، تاریخت از بین می برد. شخصیت های علمیت از بین می برد. مشران قومت از بین می برد. کسایی که دو نفر سر جمع می شود، او را توهین می کند، تحقیر می کند، توطئه علیه جور می کند، تا که نتانی با هم جمع شوی. پس اعتماد بکنین. از یک طرف اعتماد بکنین، از طرف دیگری همیشه برای کلانا پیشنهاد صالح بتین. پیشنهاد بتین، پیشنهاد صالح بتین. صف وقت میتونه قدرت خود را به نمایش بگذارد. مسلمان وقت میتونه قدرت خود را به نمایش بگذارد که اطاعت و فرمانبرداری ای را بپذیرد. مسلمان مطیع است. در رأس به الله. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. همه ما مسلمان هستیم. قال الله و قال رسول شد دیگه تسلیمه. دیگه در مقابل قال الله و قال رسول گپ خود نداریم و گپ هیچ کس را نمیپذیریم. بعد اما تو پایین آمده برین، خردترین قضیه که داخل میشیم، اطاعت را در خانه محترم مشماریم. یعنی آخرین نقطه در کجا؟ در خانه. پدر داری؟ او رئیس خانه است. تو فرزندش هستی؟ احترام بگذار و اطاعت بکن بدون چون و چرا. پدر رحلت کرده است، برادر کلان جایگاه پدر را دارد و تمام حقوق به او انتقال پیدا می کند. از او اطاعت کن، از او فرمان ببر. خانم از شوهرش اطاعت بکند بدون چرا چرا اطاعت بکند. در مقابل اوامر و دساتیر شوهرش نباید استادگی بکند، زیرا صف مسلمان خاصیتش امیست. یک صف مطیع، فرمانبردار. ارگاه روح اطاعت در درون ما آمد، بعد از او این صف توانایی خود را حفظ میکند، تربیت نتیجه میده. به طور مثال ارگاه یک قانون آمد، مسلمان بدون پلیس او را عملی میکند. این ضرور نیست که به پلیس مراجعه کنیم، پلیس سر ما او را تطبیق بکند. نه، خود ما او را باید تطبیق بکنیم. بس اشاره سرخ ترافیکی بود، هیچ کس نبود، ترافیک هم نبود، تیر نشو، استاد شو. زیرا تربیت به تو امیر دستور میدهد.
اطاعت باید بکنی. در سرکی که می رفتی امو طرف راست خدا بگی، هیچ وقت طرف چپ نرو، ولو که طرف چپ چی باشد؟ آزاد باشد. پس در امو لین استاد شو، داری خیرت است. عزیزایم، از قانون باید تبعیت کنیم، از او اطاعت بکنیم، به قانون باید احترام بگذاریم. شکستاندن قانون در یک امتی قوی ای در حقیقت بسیار زشت است، این دلیل بر ضعف تربیتشان است. هرگاه تربیت قوی زمینه برادری و ثقه و اعتماد و اطاعت به ما داد، بعد از او وظایف از این نسل، از این جیل و از این امت چی است؟ قدرت داشته باشی، نیرو داشته باشی، علم داشته باشی، فرهنگ و ثقافت داشته باشی، رهبرای بسیار خوب داشته باشی. چی باید بکنی؟ کارت چی است؟ مبارزه پیگیر علیه فساد. مبارزه پیگیر علیه فساد. امت بیدار علیه فساد مبارزه می کند. هیچ وقت با فساد دست نمی دهد. هیچ وقت در پهلوی فاسد استاده نمی شود. هیچ وقت در برابر فساد سکوت نمی کند. این صفت یک نسل قوی و با تربیت است. یک نسل مستحکم است. شما ببینین که هرگاه کسی تربیت شد، در برابر یک درد اعتراض می کند، بی تفاوت نمی شود. مرض را معرفی می کند. تیمی از جوانای عزیز ما تقریبا بیش از یک ماه می شود اعتراض شروع کردن علیه دزدی که شرکت های مخابراتی علیه ملت مظلوم ما شروع کردن. اندرجه به هر کدامتان تلفون است، از هر کدامتان روزانه در پا را دزدی می کند. اتو فکر بکنیم 21 میلیون نفر از تلفن استفاده می کند. اقلا 21 میلیون اگر روزانه یک روپی در دزدی بکنند چقدر می شود؟ 21 میلیون افغانی در دزدی کرده است. اگر 2 روپه، 3 روپه، 4 روپه، می دانین که اگر 10 روپه را دزدی کرد به میلیاردها پولیتان دزدی می شود. شما هیچ خبر ندارین و چون تنهاستی، اگر خبرم داری از دست چیزی ساخته نیست، چون تنهاستی. اگر اعتراضم بلند بکنی، دروازه های انسانهای فاسد و دزد و سارق او بسته است، گوشش هم پنبه مانده، هر قدر چیغ بزنی کسی آواز تا نمشنود، در حالی که عملا دزدی میکند. این دزدی عصر بگوین، دزدی لوکس نامش میمانین، چی نام دزدی متمدنانه نامش میمانین، صحیح شد نه؟ که خوب دریشی کرده، نکتایی هم زده، لوکس هم است، در سر کمپیوتر میشنه پول در دزدی میکنه. پس علیه هزی اعتراض باید بکنین نکنین. هرگاه صف محکم باشد، قوی باشد، به دههای رقم دزدی ها وجود دارد. این خود یک دزدی است که شما عملا میبینین. دزدهای کلان به نام کسایی که میگه خدمات عرضه میکنیم، در حالی که خدمات نیست. 200 کلدار شما در هند بتن 1000 دقیقه برای شما مکالمه مفت است و 30 GB انترنت برات مفت میتن در یک ماه، و او 1 GB شان به معنای 1 GB است. هر قدر استفاده بکنی شما 1 GB را خلاص نمیکنین. در افغانستان این امیال شما 1 GB را پرتین، 2-3 دانه کلپ ویدیو را سعی بگه دیگه خلاص است. اما تو رسنی؟ پس 1 GB را هم دروغ میتن، قیمتش هم بلند برده و آوازتان هم کسی نمشنود، به خاطر که این ملت است که خواب برده است. این ملت بیدار نیست.
و حکومت یعنی حکومت دزد. حکومت غیر از دزدی دیگه چیز خود یاد نداره، دزدار مقرر کرده است. آیا نمی فهمد؟ پس وظیفه یک صف مستحکم مؤمن مبارزه علیه فساد است. قوی که بودی مبارزه کرده میتونی، نیرومند که بودی مبارزه کرده میتونی، نگفته میتونی. وظیفه دیگهش تضحیه و قربانی است. صف مستحکم قربانی میده، او در مبارزه داخل میشود، صادق هستند، در میدان اول حاضر می شود. صفی که نبود تربیتش در حقیقت نبود صف است. نبود صف ضعف است. انسانای ضعیف در مبارزه آماده نمی تواند، نمی تواند فساد گم کند، نمی تواند به انسانای چپاولگر، خائن، دزد اونا را بگید اجاید بشیم، هیچ گفته نمی تواند. پس هرگاه ما صف مستحکم بودیم، وظیفه صف مستحکم همیست که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وظیفه همیست. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، آمدیم به عنوان یک صف مستحکم تا مردم را از عبادت غیر الله بیرون بکنیم و همه را به طرف خدا نزدیک بکنیم. آمدیم لنخرج العباد من جور السلطان الى عدل الاسلام، آمده مردم را از ستم و ظلم خلاص بکنیم و به طرف عدل بکشانیم. جئنا لنخرج العباد من ضیق الدنيا الى سعه الاخره، مردم را از زندگی کوچک به طرف زندگی بزرگ آخرتی بکشانیم. دوستای عزیز، ارگاه ما قربانی اگر عنوان بکنیم، اگر مبارزه علیه فساد را عنوان بکنیم و اگر ثقه و اطاعت و اخوت و ای را عبارت بتیم که نمونه صف ما بود، و اگر خوب تجرد داشته باشیم، خوب اخلاص داشته باشیم، خوب از دین هم بدانیم، ولی یک صفت اخیری اگر نداشته باشیم، باز هم هیچ کاری کرده نمیتونیم. دقیق شده؟ با کل صفات از امت که باید داشته باشد، اساسی ترین صفت از امت ثبات است. دقیق شدین؟ ثبات باید داشته باشیم. اتو نشه که امروز یک کار میکنن صبح بیلش کنیم. نه، مبارزه پیگیر، همیشه در سنگر، همیشه بیدار، اما تو یک سفر باید داشته باشیم. و یه چیزیست که دین از ما میخواهد. اگر خلاصه بکنم، راز کامیابی یک امت چند چیز شد؟ 10 چیز. دقیق شدن؟ فهم صحیح از دین. اگر غلط فهم از دین داشتی، خود را بدبخت میکنی، جامعه انسانی را بدبخت میکنی. 2، اخلاص در عمل. 3، تجرد در کار. کار بگو، طفلانه نشین. طفل عادت چیز که یک جای رایش بکنی با در مسیر را یک جای دیگه چیز خوشش بیا و کار اصیر ایلی میکن دو جا مصرف میشه. نه، امت بیدار کار اولویت بندی میکند، اولویت بندی. و طور مثال امروز برای ما اولویت کاری ما چیست؟ صلح در افغانستان. علی هر کس، حکومت هم میگیم، طالب هم میگیم، اشغال هم میگیم، که دیگه ما جنگ نمیخوایم. دقیق شدین؟ و در این راست صحیح باشین، واضح صحبت بکنین، کل گیره بکنین، این ملت دیگه جنگ نمیخواهد. پس اولویت ما امیسته که تا جنگ در افغانستان باشه ما هیچ چیز هم نمیداشته باشیم، بلکه نابود میشیم. اخوت، برادری را حفظ بکنیم علیه آوازه های قوم و زبان و سمت و زبان، این چیزا را مبارزه بکنید. همین که همین گپ کسی زد برش بگو بس وطن دار، والله که ما را به جنت زبانت ببره یا حزبت ببره یا این رهبرت ببره،
صحیح شد؟ دین مرا میبره و در دینی چیزا حرام است. اما تو استاد شو علیش، بگو دیگه خرافات سرما تطبیق نکن. جهاد، الجهاد ماض الى یوم القیامه، مبارزه علیه فساد همیشه باید دوام داشته باشد. ثقه، اعتماد بکو به دینت، اعتماد بکو به علمایت. میبینی که ضعف اعتماد ما را چقدر نابود ساخته است؟ هر کس که به ما گپ میزند خیال ما میکنه که دروغ میگه، به هیچ چیز باور نداریم و این سخت‌ترین حالت است. به دکتر باور نداری، به عالم باور نداری، به انجینر باور نداری، به تجار باور نداری. سخت است بسیار. بنابراین کسی که بی باوری را ایجاد میکنه در مقابل استاد شوین، او را به محکمه بکشانند تا که انسانهایی که عهد مشکنانند اونا نباید پت شود، زیرا کلانترین مصیبت است. قربانی باید بتین، تضحیه، کل ما با قربانی برای امن کشور ما و رفای کشور ما آماده باشیم. اطاعت باید داشته باشیم، عمل مستمر داشته باشیم که او را به معنای ثبات تعبیر میکنیم. خداوند متعال خیر نصیب ما و شما بکند، در کشور ما الله امن را ایجاد بکند و خداوند متعال از این بدبختی ما و شما رها بکند. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آت انفسنا تقواها وزكها يا رب العالمين، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.